اما میخوایم با همدیگه وارد بحث احتمال بشیم. توی این برگی که داری فیلم هاشو میبینی در مورد احتمال همشانس در فضای گسسته صحبت میکنیم. گفتیم فضای پیوسته رو دسته چهار تا فیلم جداگونه با هم بررسی میکنیم. فضای گسسته اون احتمال‌هایی بود یا اون احتمال‌هایی رو می‌خوام در موردش بحث کنیم توی فضای گسسته که ما حالت‌های فضای نمونه‌ای رو می‌تونیم بشماریم. من اول به این مسئله کلی شروع می‌کنم، بعد چند تا مسئله خاص و پرتکرار رو توی سه تا فیلم جداگونه بهت یاد میدم. مسئله مهره، مسئله تاس و مسئله که در مورد جایگشت ها میاد که اینا رو حالا میتونستم همینجا حل کنم، ولی خواستم اونا رو جداگونه با همدیگه ببینیم چون مسئله پرتکراری هم تاس و مهره و اون مسئله که در مورد جایگشت هست. توی این فیلمی هم که الان میخوایم با هم حل کنیم در مورد همه جور سوالی تقریبا حل میکنیم، سعی کردیم که پوشش بدیم تمام اقسام سوالهایی که شما امکان داره ببینی، از تمام سوالهایی که چه نظری اعداد بوده، چه جبر مجموعه بوده، چه ترکیبیات بوده، چه آنالیز ترکیب بوده، یه جورایی هم اینجا سوال آوردیم که یه ریویو هم رو قبل داشته باشیم. بریم با هم دیگه ببینیم احتمال همشانس در فضای گسسته چیه و چه شکلی باید احتمال رو حساب کنیم. ببین چی میگه. میگه اگر در یک فضای نمونه‌ای همه برآمدها همشانس باشن، این فضا رو فضای نمونه‌ای همشانس میگن. حالا وقتی میخوای چیکار کنی؟ بیای احتمال رخ دادن یه پیشامدی مثل آ رو حساب کنی تو فضای نمونه‌ای. اس کافیه چیکار کنی؟ شما میای تمام حالت‌های ممکن رو حساب می‌کنی، اون حالت‌هایی هم که دلت میخواد که بهش میگیم حالت‌های پیش اومدن حساب میکنی، نسبت اینا احتمال رو به ما میده. ببین مثلا در یک کلاس 100 نفره 20 نفر عینکی باشن، احتمال اینکه من یک فردی رو از اون کلاس انتخاب کنم به عینکی باشه 20 به 100، یعنی 20% احتمال داره شخصی که من به صورت تصادفی انتخاب میکنم عینکی باشه. پس اون حالت‌هایی که من میخوام عینکی بودن تعدادشون 20، حالت‌های کل دانش آموزا 100، نسبت اینا احتمال به من میده. اگه من احتمال پیش اومدی مثل آ رو بخوام، باید تعداد عضوهای آ رو به تعداد عضوهای فضای نمونه‌ای تقسیم کنم، یا به عبارت دیگه میتونم بگم تعداد حالات مطلوب به تعداد حالات ممکن. اون چیزی که من دلم میخواد تعداد حالاتش تو صورت، اون چیزی که تعداد حالات کل میاد توی مخرج. بریم یالا با هم دیگه مثال حل کنیم. یکی از زیر مجموعه های سه عضوی مجموعه A, B, C, D, E, F را به تصادف انتخاب میکنیم. احتمال آن که A عضو این زیر مجموعه باشد ولی B عضو آن نباشد کدام است؟ خب چهار تا گزینه که داریم میبینیم. ببین چیه داستان؟ مسائل احتمال رو وقتی میخوای حل کنی، اولین گام پیدا کردن جمله یا کلمه که این معنی رو بده. با کدام احتمال؟ چقدر احتمال دارد؟ مطلوب از تعیین احتمال آن که این کلمه، این جمله رو پیدا کنیم. خب من اینجا یه نگاه که میکنم، احتمال آنکه پیدا میکنم، همیشه یا اینجوری بگیم بهتره، در 90% اوقات جمله قبل این میشه فضای نمونه ای من، جمله بعد از این میشه پیش آمده. یعنی کاری که گفته انجام بدیم، تعداد حالتهای این جمله قبلیشی الان زیر مجموعه سه عضوی انتخاب میکنم، میگه یکی از زیر مجموعه سه عضوی انتخاب میکنم، پس تعداد زیر مجموعه های سه عضوی میشه فضای نمونه من، یعنی فضای نمونه میشه زیر مجموعه سه عضوی. چیزی که دلم میخواد اینه که آ عضوش باشه بی عضوش نباشه، پس آ را میگیریم زیر مجموعه های سه عضوی که شامل آن و فاقد بی هم. حالا یکی میگه تو زیر مجموعه که نگفته سه عضوی باشه، حواست باشه. ببین میگه آ عضو این زیر مجموعه باشد ولی بی نباشد. زیر مجموعه من چند عضوی بود؟ سه عضوی. پس من باید زیر مجموعه های سه عضوی که آ دارن و بی ندارن رو پیدا کنم. پس ببین نحوه پیدا کردن فضای نمونی و پیش آمد این شکلیه. در 99%، من قبلا گفتم 90%، در 99% جمله قبل این فضای نمونی، جمله بعد این پیش آمده من، تعداد حالت جمله این و تعداد حالت های جمله بعدش رو حساب کن با هم تقسیم کن. خب تعداد زیر مجموعه های سه عضوی، خب من چند تا عضو دارم؟ 6 تا. تعداد زیر مجموعه سه عضوی تو جبر مجموعه خونیم چجوری به دست میاد؟ انتخاب 3 از 6، این 3 تا از اینا برم دارم میریزم توی مجموعه، انتخاب 3 از 6 که حاصلش حساب کنم 20. دیگه در مورد اینو تو آنالیز ترکیبی به اندازه کافی صحبت کرد، بلد این چه شکلی سریع حساب بشه. اما اینجا پیش آمده آ رو میخوام حساب کنم، تمام زیر مجموعه های سه عضوی که آ رو دارم بی رو ندارم. خب من 6 تا عضو جلومه، زیر مجموعه سه عضوی که میخوام انتخاب کنم، یعنی باید 3 تا عضو از اون 6 تا رو انتخاب کنم. گفته آ باشه، آ رو برداشتم، پس یه عضوم انتخاب شد.
حالا بعد دو تا بردارم از اونایی که باقی مونده، فقط از اونایی که باقی مونده گفته بیام نباشه، بیرو شوت میکنم میره. چند تا باقی میمونه؟ 4 تا، 6 تا بود. آرو برداشتم بیرم شوت کردم رفت. 4 تا مونده و من دو تا دیگه لازم دارم تا زیر مجموعه‌ام تکمیل بشه. پس میشه انتخاب 2 از 4. انتخاب 2 از 4 هم که میشه 15، ببخشید انتخاب 2 از 4 هم که میشه 6. حالا پس NA 6 NS 20 نسبت اینا، یعنی 6 بیستم یا 3 دهم میشه احتمال این که اون زیر مجموعه که انتخاب کردی آ رو داشته باشه ولی بی رو نداشته باشه. یه سوال دیگه حل میکنیم. از میان اعداد طبیعی نابیشتر از 100 عددی رو به تصادف انتخاب کرده و آن را آ مینامیم. احتمال این که لگاریتم آ در مبنای 3 عددی صحیح باشد کدام از گزینه‌ها را که داریم میبینیم؟ ببین من حالا سوالی که شروع کردم یه ذره سوالی که با عرف یه ذره خارجه، یعنی سوال کلی داریم حل میکنیم، احتمالی که توی مسائلتون بیاد توی آزموناتون بیاد هست، ولی با یه ذره سوالی همچنین جوندارم شروع کردیم، با سوالی ساده شروع نکردیم. گفتم سوالا رو من دستبنده کردم. معمولا سوالی که مربوط به مهره است، مربوط به تاس